سازمان جهانی بهداشت میگوید روزانه 1,600,000 نفر به دلیل خوردن غذاهای ناامن و ناسالم بیمار میشوند. همکارم در رابطه با اهمیت نقش غذای سالم و تأکید نهادهای بین المللی مربوط به این مسئله گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد، کودکان زیر 5 سال 40% از بار بیماری های ناشی از غذاهای ناامن و ناسالم را به دوش می کشند. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که هر روز حدود 1,600,000 نفر به دلیل خوردن غذاهای ناامن و ناسالم بیمار می شوند. فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه و ایمنی مواد غذایی در سازمان بهداشت جهانی، در نشست مطبوعاتی سازمان ملل در ژنو به مناسبت روز جهانی ایمنی غذا گفت کودکان زیر 5 سال 40% از بار بیماری های ناشی از عدم رعایت سلامت غذا را به دوش می کشند. برانکا با تاکید بر اینکه خطرات ایمنی مواد غذایی مرز نمی شناسد، گفت که در تأمین غذای جهانی که به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، خطرات ناشی از مواد غذایی ناامن و ناسالم می تواند به سرعت از یک مشکل محلی به یک وضعیت اضطراری بین المللی تبدیل شود. وی در ادامه افزود، بحران‌های بشردوستانه در بسیاری از نقاط جهان باعث ناامنی غذایی و به خطر افتادن ایمنی وضعیت تغذیه می شود. این مقام سازمان ملل از دولت‌ها خواست تا از ایمنی مواد غذایی در برنامه‌های اقدام ملی خود برای امنیت سلامت مردم اطمینان حاصل کنند، چرا که غذای ایمن برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار اساسی است. یک کارشناس ارشد ایمنی غذایی در این نشست گفت که سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو غذای ایمن را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار بنیادی می‌داند. مارکوس لیپ افزود که غذای سالم یکی از پیش نیازهای تحقق برنامه استراتژیک فاو برای ایجاد امکان تولید، تغذیه، محیط زیست و زندگی بهتر است. لیپ در ادامه گفت زمانی که غذا در یک سیستم کشاورزی ایمن و پایدار تولید و مبادله شود، با امکان دسترسی به بازار و بهره‌وری به یک زندگی سالم کمک می‌کند و پایداری را بهبود می‌بخشد که همین مسئله باعث توسعه اقتصادی و کاهش فقر به ویژه در مناطق روستایی می‌شود. وی همچنین تصریح کرد که بهبود ایمنی غذا از سلامت عمومی محافظت می‌کند و مرگ و میر کودکان را کاهش می‌دهد، چرا که کودکان زیر 5 سال بیشترین بار بیماری‌های ناشی از غذا را به دوش می‌کشند.